خب آخرین موضوع که فکر می‌کنم اطلاعات داشته باشید، کمی در مورد متریالایی که با ویری کار می‌کنه. عنوان مثال، حالا می‌خوام یه متریال ویری بسازم. اینو باز می‌کنیم. ویری اینکه لایتشه، یه دونه ویری دیگه لازم داره. آها اینجاست. ویری متریال MTL اینو میزن. این سیستم متریال ویندوزی خودش یه دانش خیلی قوی میخواد. بیایم یک گوی شیشه‌ای بسازیم ببینیم قدرتش چقدر. فوق‌العاده قویه ویری در انعکاس و سایه. ویری در واقع یک پلاگینه که یک شرکتی برای 3D ساخته و ویری برای نرم افزارهای دیگه هم هست. مثلا ویری داریم برای رین هار. خب این ماده رو تبدیل کنیم. اول از همه این که اینجا رنگشه، مثلا شما میتونید گوی قرمز کن. اینجا رفلکتشه، اینکه چقدر انعکاس بده. الان انعکاسش بالاترین حالته، پس مثل یک گوی آینه ای، اصلا دیگه این رنگ قرمز معنی نداره. ببینید الان انگار یه آینه ای گذاشتی، یک گوی آینه ای گذاشتی این وسط. این که بشه کروم نقره یه چیز دیگه است، الان آینه است. آینه یعنی هیچی، رنگ نداره. خب این شد یه گوی کاملا شیشه ای که خب انعکاس همه چی رو خودش داره. چجوری ساختم؟ هیچ، رفلکت رو تا آخر بردم بالا. اگه رفلکت رو کمش کنی، جرمی بودن این قرمزه یواش یواش خودش رو نشون میده. یعنی حالا یه گوی قرمز داریم که کمی شیشه ایه. هر چقدر اونو بری بالاتر، خودش در واقع تنظیمات زیادی نمیخواد، چون هوشمندانه میفهمه چه. خب سوال، کروم چه رنگیه؟ نه، نقره یعنی چی آخه؟ نقره رنگه؟ نقره رنگ. کروم چه رنگیه؟ کروم خاکستریه. خاکستری اگه برق بزنه شما فکر می‌کنید کرومه. گرفتین؟ نقره‌ای چیزی نیست جز انعکاس محیط رو خاکستری، که اینو اکلیل برای شما انجام میده. حالا هر چقدر اکلیل زیاد بشه، هی شما اینو نقره‌ای‌تر می‌بینی. خب این یه گوی قرمز داره انعکاس رو نشون میده. اگر ماتی میبینید به خاطر فضاست. و حالا دوست ندارید، حالا هر چقدر اینو قرمزش که نه، هر چقدر این رفلکت بالاتر بری قرمز تن. کروم چیه؟ این هم کروم. این که انعکاسشه، این هم کروم. این خاکستری همون کروم. یه رفرکت هم داریم، یه رفلکت داریم، یه رفرکت. رفرکت اون انعکاسیه که اجسام رو محیط انجام میده. بنابراین اگه من دیواری بسازم که رفرکتش مشکی باشه، مشکل حله. الان کف ما رفرکت داره، من یه کف ویری میسازم. 7000 آش خوردی بسوزی زن. آقا دیفیوز بیت مپ سی پروگرام اوتودسک 3D ماکس مپس آرش مت، تمام عکسای بسیار با کیفیت 3D ماکس برای کار شماست. آرش مت این پارکت رو برد. خب این شد عکس ما، این عکس رو میخواییم استفاده کنیم. آپ میکنیم، این رو قبلا داشتید. رفلکتش رو زیادتر میکنیم،
رفرکت مشکی، یعنی به محیط انعکاس میده. کف رو انتخاب میکنی و اینو میدیم کف. ببینید یه گوی نقره‌ای. دیوارا هم همینجور، دیوارا رو هم میتونیم تهیه کنیم. در واقع رفرکت اون نوری هستش که اجسام به دیگران میدن و اونو میشه کنترل کرد. خب ببینید چقدر منطقی تر شد جان. بله. خب این شد ماده بعدی. حالا بریم سراغ نه دیگه، اینم تمامه دیگه. انعکاسش هم درس دادم، عکس گذاری هم درس دادم، رفرکت هم توضیح دادم. چیز خاصی نداریم، خواهش میکنم. بسیار خوب. سوالاتتون رو الان توی فیلم دیگه تک تک جواب بدیم.